بعدش با سیستم کنونی که وجود داره، یعنی اون روابط ضوابطی که بین افراد مختلفش هست، دیگه جنبه اسلامی اصلا نداره و نمیتونه برقرار بشه. اینطور نیست که اشخاص نباشن، اشخاص مسلم نباشن، اشخاص درجات پایین دیگه این فساد نیستن که اون بالایی ها بودن. فساد هرچی بود مال اون طبقه اول بود، این طبقه پایین را هم اون فساد را ندارن. الان نمیشه آقا ما بگیم که ارتش برن، ارتش برن، ما چیزی نداریم، نمیتونیم درستش کنیم. الان ما باید این ارتش را به صورت نگهش داریم، اون طبقه اول را بیرون کنیم، طبقات اول را از سالشگر به بالا بیرون برن و بعد این طبقات پایین را یه سازمانی بشون بدن، بعد بریم سراغ افراد بیرون. اگر یه فرد غیر ساله هست کنار بزنیم فرد ساله چه هست. مسئله این نیست که حلش به زودی مثلا امشب مثلا شهر رفته فردا همه کارهای ما درست بشن، همه کارها را خراب کردن و رفتن. حالا شما باید این خرابه را آبادش کنید. نظرتون در مورد اینکه ما یه ارتشی رو ملی سازمان بدیم چیست؟ به جای اینکه این ارتش رو بیام زرد بکشیم باز بودجه سرش بذاریم؟ تدریج میخواد، میتونیم عزیزم تدریج میخواد. این نمیشد الان ما بگیم ارتشی که نظام دیده و نظم دیده کنار بره، ارتشی که الان بی نظام مطلب بی نظام الان بخواه، نمیشد. این باید تدریب بشد، باید درست چیز بشد، نظام پیدا بکنند و تبدیل بشد اون ارتش به این ارتش. اما همینطوری نمیشه این کار کرد. چون نظام این برمبنی ترس آقا من خواهش میکنم از شما که اون تندی جوانی تو دقیقه کنار بود. نه سرزو من میدونم، من خودم هم جوان بودم. یه توقعات جوان ها دارن که این توقعات از باب اون از میکنم که انرژی که درشون هست، از باب اون قدرتی که درشون هست، میخوان همه مسائل یه شب حل بشن. اینطور نیست، مسائل اشکال داره، مشکل است الان.